پیش من شما میخندن که این حرفا رو میزنیم، درسته؟ شما این صحبت من رو بگیرید، اگر غلط بود حرفای من رو ول کنید. تمام این آدم ها با صدها فکر متناقض که در ذهنشونه، هزاران فکر متناقض که در ذهنشونه، خیلی هم راحت دارن کنار میان، در یک قفلتی دارن زندگیشون میکنن. میدونین چرا؟ برای اینکه اینا هرگز بر فکرهای خودشون مشرف نیستن، این فکران که رو اینها مشرفن. اگر یه روانشناسی، یه آدم حکیمی بیاد افکار اینها رو بنویسه، بگه این کتاب وجودت بخون، اگه چی میگن کتاب تموم نشده دیوانه نشد، چون در اینجا دیگه عقل مدفونه، عقلی وجود نداره، فقط جلوه هایی از حرکات یک ظاهری از عقل جزویه. پس این رو در نظر بگیرید، وقتی که ما با عقل رو در رو میشیم، عقل کماله ولی نقصانهای خودش رو میبینه و در صدد برطرف کردن اون برمیاد. حالا وقتی که این روی سکه که عقل جزویه تبدیل شد به رویه عقل مفید، شما عقل جزوی رو از دست میدین، زندگی های عادی رو از دست نمیدین. اشتباه نکنید، اصلا این زندگی های عادی رو از دست میدین. بزن یه داستانی از خود مولانا بگم. مولانا نامه هایی داره به عروسش که حتی ببینید تا اینجا اینا رو نگه داشتن، خصوصی ترین مسائل دختر همین صلاح الدین زرین کوب برای عروسش مینویسه که دخترم، اون چی که پسر من باید بکنه احترام به تو، برآوردن خوشبختی تو، وظیفه ما، آسایش تو و رضایت تو از ماست. اینها در یک کلمات ظاهر سازانه عوام فریب متقلبانه گفته نمیشه، در صداقت قلب داره گفته میشه. توجه داشته باشین، زمانی که ما میرسیم به عقل مفید، وقتی جلوه عقل مفید در ما شروع میشه، در اونجا داریم یواش یواش وصول و یقین رو پیدا میکنیم. قدم های فوق العاده اولی است. حالا اینایی که من گفتم یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در اثر مراقبه، در اثر فیض و یا هر چیز دیگه، هر نوع زحمت یا غیر زحمت دیگه، اینتویشنی براتون باز میشه، شهودی براتون روشن میشه، نوری درتون میتابه. این نوری که در شما میتابه اولین قدم در درک یک مطالبی. بذارید من با دو تا مثال حرفمو کاملا باز کنم. بسیار این نکته ها مهمه. ما زمانی که در عقل جزوی هستیم، جز منافع، جز خواسته ها، جز مسائلی که بتونیم زندگی هویتیمون رو ادامه بدیم نمی کنیم. یعنی شما فرض کنید کسی نمیاد احترامشو، عزت اجتماعیشو زیر پا بذاره، درسته؟ میگه آقا جون من آبرو دارم، من عزت اجتماعی دارم. اما زمانی که جلوه های عقل مفید میاد بالا، شما میبینید فرد دیگه در مسیر عقل مفیده. براتون مثال میزنم، خود حکیم سنایی کیه؟ حکیم سنایی کسیه که مولانا به عنوان حکیم، به عنوان عارف بزرگ، بارها اشعارشو گفته و ما هم صحبت کردیم. یک شاعر چاپلوس، از این شاعرای دربان درباری هایی که برای این شاه ها و این میدونم رهبرا شعر بگه و اینا هم هی بهش پول بدن و اینم هی تملق بگه،
خب زندگیش هم راحت بود دیگه. بهتر از این بود که به جرم دزدی میخواستن مچشو قطع کنن. اگه همین خیام به دادش نرسیده بود مچشو قطع کرده بودن. بهتر از این بود که یک جایی دید این برازنده این نیست، این نمیتونه این باشه، این کسی دیگه ایه. باز شدن عقل مفیده، این کس دیگه ایه، جای دیگه ایه. براتون مثال میزنم، حتما شنیدین اسم کسی به نام آلبرت شوایتزر رو، حتما شنیدین، احتمال زیاد میدم همه دیگه چون مشهورتر از این حرف هست. این کیه؟ این حالا دیگه وقت ندارم، این در جاییه که امروز جزو خاک فرانسه است، از دانش جوای اشتراسبورگ و خب میدونی از دانشگاه های بسیار مهمه، کار ندارم. یک نابغه‌ای